سفینه فضایی به زمین میاد، اما با پیغام دوستی یا جنگ. گلاسیا سلام، امروز براتون فیلم ارایوال یا رسیدن محصول سال 2016 رو آوردم. فیلم نمره 89 آی ام دی بی رو هم به خودش اختصاص داده. یکی از بهترین های سبک کلا علم تخیلی حساب میشه. خیلی داستانش قویه و به شدت روی مخاتون تاثیر میذاره. به نظر من یکی از بهترین های هالیوود و حتما یه وقتی برای دیدنش کامل بذارید. بریم فیلمو ببینیم. حواستون رو پول کامل صحنه خشنش باشه. با شروع فیلم زنی به اسم لوئیزو میبینیم که توی چند سکانس بچه دار میشه، انگاری بچهش بیماری میگیره و در آخر هم جونش رو از دست میده. حالا برمیگردیم انگاری به همون گذشته. لوئیز استاد زبانشناسی و سر کلاس امروزش که میره، همه بچه‌ها استرس دارن روی گوشیان. به لوئیز میگن تلویزیون روشن کن و اخباری خبر فوق‌العاده رو میده. نه سفینه فضایی توی چند کشور مختلف یهو به زمین اومدن و هیچ کس نمیدونه چی قراره بشه. دانشگاه هم همین لحظه تعطیل میکنن و لوئیز هم بیرون محوطه متوجه جت‌های جنگی، مردم وحشت زده و فضای خیلی پرهیاهو میشه. وقتی به خونه میرسه میفهمه که تعداد سفینه‌ها به 12 تا رسیده. مردمم هول کردن، دارن گم میزنن توی شهر. روز بعد که لوئیز میره دانشگاه، وضع جدی‌تر شده و انگار هیچ کی جرئت نداره از خونه بیرون بیاد. اونم تنهایی میشینه که به رادیو گوش کنه و چند دقیقه بعد دو تا مرد ناشناس میان به کلاس. یکیشون خودشو به نام کلونل وبر معرفی میکنه. وبر فرمانده ارتش آمریکاست و مدت‌ها قبل از لوئیز برای ترجمه یه پرونده مهم کمک گرفته. الانم اومده که ازش برای فهمیدن حرف این فضایی‌ها کمک بخواد. صدای رو پخش میکنه که هیچ معنی خاصی نداره و یه مش صدای عجیب غریبه. و لوئیز هم میگه تنها راه درک این حرفا اینه که با اونا توی یه اتاق باشم، موقع میتونم کمک کنم. چون این زبان رو زمین وجود نداره و اونطوری میشه فهمیدش. وبر فکر میکنه لوئیز الکی این حرفو زده که یه جوری خودشو توی این تیم جا بده و برای همینم هم بهش میگه این کار بچه بازی نیست و غیر ممکنه بری اونجا. خلاصه که ارتشیا میرن سراغ یه زبانشناس دیگه. نصف شب که لوئیز خوابه، با صدای بلند یه هلیکوپتر بیدار میشه. کلونل وبر با افرادش اومدن دنبالش. وبر یه سوال زبانی مهم میپرسه و وقتی لوئیز خیلی ساده جوابشو میده، مطمئن میشه که هیچ کسی بهتر از این زن نمیتونه کمکشون کنه. برای همینم هم اونو با خودشون میبرن. به یه منطقه امنیتی میرسن و لوئیز با مردی به اسم دکتر یان آشنا میشه. این دو نفر قراره با هم تو این پروژه کار کنن و وبر میگه مهمترین اولویتتونم این باشه که بفهمین چرا این فضایی ها اومدن زمین و اصلا چی میخوان. حالا همگی به منطقه محافظت شده نزدیک سفینه میرن، تنها سفینه ای که توی آمریکا فرود اومده. برای زدن یه سری واکسن امنیتی با فرمانده های روبرو میشن که با کلی ارتش دیگه از همه جهان در ارتباطن. هر کدوم از این فرمانده ها از یک کشور دیگن و در حال رسیدگی به سفینه ای هستن که توی اون کشور فرود اومده. بعد یه صحبت مختصر با افسر CIA که برای بررسی این پرونده اومده، با چند نفر دیگه راه میافتن که برای اولین بار وارد سفینه شن. سفینه ای که اسمش اینو گذاشتن پاد. از وقتی که پاد روی زمین اومده، هر 18 ساعت یه دریچه زیرش باز میشه و آدما هم با یه بالا بر میتونن برن داخلش. لوئیز و تیمش هم همینطوری میرن. بعد بالا رفتن به راهروی میرسن که توش جاذبه نیست. یه سریشون ترسیدن اما در آخر موفق میشن از این راهروی طولانی هم بگذرن. انتهاش یه اتاق تاریک و وسطش یه شیشه کشیدن. اون طرف شیشه همه چیز سفید و مشخص فضایی ها اونجان. یان قفس پرنده که با خودش آورده رو میذاره زمین تا مطمئن شن که اگه بمیره یعنی اونجا اکسیژن وجود نداره. بالاخره صاحبای سفینه هم سمت شیشه میان. دو فضایی بزرگ که اسمشون هم میذارن هپتاپاد یا هفت پا، چون انگار هفت دست و پا دارن. این ملاقات به همین شکل میذاره و از سفینه خارج میشن. هنوز نتونستن هیچ ارتباطی با هم بگیرن، فقط گزارش میدن که اون تو چطوری بوده و اکسیژن هم وجود داشت و پرنده زنده مونده. لوئیز و یان یکم اخبار رو نگاه میکنن که نشون میده خیلی از مردم مثل روانیا شروع به غارت مغازه ها کردن و فکر میکنن آخر از زمان شده. همه جا آشوب و هیچ کدوم از گروه های دیگه هم نتونستن با 11 سفینه دیگه ارتباطی بگیرن. روز بعدی دوباره به همونجا میرن و این بار لوئیز تخته وارتبورد با خودش میبره، چون معتقد اونا کلام ما رو متوجه نمیشن، ولی قطعا هر دومون یه اشتراکاتی توی زبان نوشتاری باید داشته باشیم. به هر حال زبان چیزی بوده که تمدن رو به وجود آورده و قطعا هم میشه ازش برای نجات انسانیت استفاده کرد. روی تخته می نویسه انسان و اونو به هفت پاها نشون میده. یکی از اونا با دست بزرگش شکل‌های عجیبی و مثل دود سمت شیشه میفرسته و یان همشون عکس میگیره، چون انگار هر شکل یک کلمه هستش. بعدم برمیگردم به پایگاه و شروع میکنم به بررسی این شکل‌ها. کلونل وبر هم از لوئیز میپرسه که مطمئن نتیجه میده یا نه. لوئیز هم میگه باید این کارو بکنیم، وگرنه ممکنه از صحبت‌های هم اشتباه برداشت بشه و اتفاقات خیلی بدی بیفته و یهو جنگ شکل بگیره. وبر هم این کارو تایید میکنه. فقط ازش میخواد که تا روز بعدی یه گزارش درست بهش بدن تا بتونه توی جلسه با دولت ارائه بده، وگرنه همه چیز متوقف میشه و به سفینه ها حمله میکنیم. با توضیح بیشترش میفهمیم که هر کشوری یه برداشتی از سفینه نزدیک خودش داره. بدترینشون هم دولت چینه که از الان داره آماده یه حمله سنگین به پاد میشه و اگه فضایی ها پیشرفته باشن ممکنه همه دنیا رو نابود کنن. باز بدتر از اون کشورهای دیگه‌ای هستن که یه سرشون دارن کشور چین الهام میگیرن تا اونا هم همین کارو بکنن.
خلاصه که قرار میشه از روز بعدی پایه زبان انگلیسی رو به حرفه‌ها یاد بدن تا بتونن بیشتر صحبت کنن. روز بعدی میرسه، لوئیس رو تخت اسم خودش رو مینویسه. انگار موجودات از این کلمه چی نمیفهمن و برای همین لوئیس یهو لباس امنیتیش رو بی‌توجه به هشدار بقیه در میاره. میره جلوتر و با گذاشتن دستش روی شیشه خودش رو معرفی میکنه. یکی از موجودات هم دقیقاً همین کارو انجام میده. یان هم مثل لوئیس میره جلو با معرفی خودش، اون یکی موجود هم دستش رو میذاره روی شیشه و هر کدوم یه علامت به عنوان اسمشون تولید میکنن. حالا انگار با هم دوست شدن و چون هنوز زبون همون نمیفهمن، یان بهشون اسم مستعار کاستلو و ابوت رو میده. این روز هم تموم میشه و جالبه که موقع خواب لوئیس رویای یکی دختر بچه میبینه که انگار دختر خودشه، اما جالبه که تا به حال توی واقعیت ندیدتش. اول فیلم هم دیدیم که این رویا رو داشت. روز بعدی میرسه، کلونل از پیشرفت این گروه خوشحاله و اجازه میده کارشون رو ادامه بدن. خلاصه که چند هفته بهشون اجازه میده و به همین شکل میگذره و هر روز اطلاعات جدیدی توسط لوئیس یافت میشه. مثلا اینکه هیچ ارتباطی بین گفته‌ها و نوشته‌های این موجودات فضایی نیست، یا به روایتی چیزی که مینویسن مثل نوشته‌های ما نیست که بشه عروشون خوند. هر شکلی که این موجودات میکشن چندین معنا و مفهوم مختلف رو توی خودش داره. توی یکی از همین روزا هم یه گروه دیگر دانشمندای پاکستان خبر میدن که در حال انجام همین کار با سفینه‌ای‌اند که تو کشور خودشون اومده. مهمترین نتیجه‌شون هم تا الان اینه که این حرفه‌ها اصلا با چیزی به اسم زمان درگیر نیستن. یا راحت‌تر بگم چیزی که می‌نویسن در مورد گذشته، آینده یا حال نیست. حتی نوشتنشون از چپ به راست یا بالا به پایین و اینا نداره. انگار کلاً از چیزی به اسم زمان آزاد شدن. لوئیس با بررسی این خبر میفهمه که تو قضیه زبانشون هم دقیقاً این وجود داره. یعنی اونا تمام جملاتو به زبان حال میگن، چون اصلا نمیدونن گذشته و آینده بعد چجوری بیان بشه. بالاخره موفق میشن اولین کلمه خودشون به زبان فضایی ها رو بنویسن و در حد چند کلمه با هم حرف بزنن. این در حالیه که توی شهر هم مردم همچنان مثل غارتگر دارن رفتار میکنن. خیلیا شورش کردن، آدم میکشن، فرقه ها دنبال پولن و کلا امنیت دنیا نابود شده. یه مشکل دیگه هم اینه که سربازهای ارتش هم دارن دست مخالفت با فرمانده ها میذارن، چون از بیگانه های روی زمین دارن خیلی وحشت زده میشن و نمیدونن چه اتفاقی قراره در آینده بیفته. از اون طرف هم این لوئیس همینطوری داره خواب در مورد اون دختر بچه میبینه. توی یکی از خوابا داره به بچه درس یاد میده. بحث میرسه به اینکه چرا پدر این بچه اینجا نیست و لوئیس توضیح میده که چرا از همسرش جدا شده. با صدای همکارش خواب میپره و میره بیرون که هوا بخوره. این خوابا خیلی برای لوئیس عجیبن، چون هیچ کدومو تجربه نکرده، اما واقعی یعنی قطعا مطمئن اون دختر خودشه که میبینتش. به حدی که وقتی بیرون وایستاده یه لحظه یاره بغل کردن این بچه میفته. یه لحظه بچه تبدیل به نوجوانی میشه که توی بیمارستانه و لوئیس بازم اونجا بغلش کرده. دوباره چشماش باز میشن و توی پایگاه خوابیده. یان کنارش و به لوئیس میگه توی زبانشناسی یه تئوری هست که اگه خودتو توی یادگیری یه زبان ناشناخته غرق کنی، ممکنه ذهنتو به قدری فعال کنی که کلا قدرت‌های جدید اون زبانم به دست بیاری. لوئیس پلک میزنه و این بار یکی از حرف‌ها جلوشو داره نزدیکش میشه. این بار جیغ میزنه و میفهمه همه اینا توهم بودن. کلونل وبر میاد دنبالش و براش توضیح میده که یه تماس مهم از چین رو هک کردیم. لوئیس هم گوش میده و برای ترجمه این پیام به این جملات میرسن. یه پیام دارم برای پارسالی به عزیز. پیام به این جملات میرسن. هر کدوم از اون 12 تا میخوان یه تکنولوژی مهم و علم مهم به ما یاد بدن. دانشمندای ما هم دارن سعی میکنن اولین تکنولوژی رو بفهمنش. تنها جمله عجیبه این وسط هست که لوئیس نمیفهمه. وبر میگه چند ساعت پیش کشور چین ارتشش رو آماده نبرد کرد و روسیه هم داره همین کارو انجام میده. یه دفعه لوئیس متوجه اون جمله های عجیب میشه و به وبر میگه که دانشمندای چین دارن سعی میکنن از یه بازی مسخره برای ارتباط با بیگانه ها استفاده کنن. به این شکل زبان خودشونو با چیزهای مخالف به هم یاد میدن. مثلا جنگ مقابل صلح، پیروزی مقابل شکست. این کار خیلی خطرناکه، چون باعث میشه بیگانه ها براش اشتباه هم پیدا کنن و ممکنه به فنا برن، چون فکر میکنن ما خیلی جنگ طلبیم. وبر میگه باید خیلی سریع جواب مهمترین سوالمون رو پیدا کنید و بفهمید اونا رو زمین چی کار میکنن، وگرنه مجبوریم ما هم مثل بقیه وارد جنگ بشیم. لوئیس و یان هم همراه تیمشون باز به پاد میرن. با اینکه هنوز آموزش ها کامل نشدن، لوئیس به حرفا میگه که برای چی اومدید اینجا. اونا مینویسن ارائه کردن اسلحه. سریع پیام به مرکز میارن و حالا بحث بین لوئیس و کلونل وبر شکل میگیره. کلونل با شنیدن این پیام حالا مطمئنه که هدف بیگانه ها نابودی زمینه، چون از تفنگ و سلاح صحبت کردن. اما لوئیس توضیح میده اونا هنوز کاملا زبان ما رو یاد نگرفتن. کلمه اسلحه میتونه هم به معنی تفنگ جنگی باشه، هم به معنی هر وسیله‌ای که برای زندگی استفاده میشه، چون به همشون میگن سلاح. ما نمیدونیم منظورش کدومشونه. یان هم اضافه میکنه که ما هنوز نفهمیدیم منظورشون اینه که میخوان به ما اصلا اسلحه بدن یا از ما اسلحه بگیرن. تنها راه فهمیدنش هم اینه که باز بریم همونجا. افسر CIA که اونجاست میگه به نظر من تنها هدف اونا همین دعواییه که بینتون شکل گرفته. اونا میخوان ما رو بازی بدن و اذیتمون بکنن.
طرف دیگه پایگاه داره آشوب بیشتری شکل میگیره، چون این مکالمه لوئیس با بیگانه ها پخش شده و حالا چین و روسیه مطمئنن که باید به سفینه حمله کنن. همین بحث بین همه کشورها باعث میشه هر کدوم راه خودشونو برن و از مکالمه آنلاین هم خارج بشن که باعث استرس شدید لوئیس میشه. برای همینم همراه یان میدونن تا دوباره با حفاظ صحبت کنن. منتها این بار میبینیم که چند تا سرباز یواشکی بمب‌هایی رو توی سفینه میکارن که تا 10 دقیقه بعد قرار منفجر شه. وقتی هم لوئیس و یان میرسن بهشون نمیگن که بمب گذاشتن و اونا هم بیخبر قضیه وارد سفینه میشن. لوئیس سری میپرسه که شما میخواید به ما آدما چیزی ارائه کنید. بیگانه ها شکلی میکشن که معنی های مختلفی داره، از جمله مسافر، دوست، جایزه دادن و تکنولوژی. لوئیس میگه همین الان تکنولوژی رو بهمون بگید. یکی از حفا شروع میکنه به زدن انگشتش به شیشه و میبینیم که بیرون سفینه کلی ماشین ارتشی دارن سمتشون میان. کلونل وبر فهمیده که چند تا از سربازاش شورش راه انداختن و بمب گذاشتن که اینجا منفجر شه و دستور داره که بیان این سربازا رو بگیرن و بقیه رو هم نجات بدن. حفا همینطوری به شیشه میکوبه و لوئیس هم میره جلو و دستش رو همونجا میذاره. تصویری از همون دختر توی رویاها میبینه. یه دفعه انگار نیروی لوئیس و بیگانه ترکیب میشن و شکل‌های مختلف روی شیشه ساخته میشه. انگار هر دوشون با هم کلمه ها رو نوشتن و از همشون عکس میگیرن. از بیرون صدای شلیک اسلحه میاد و تنها 5 ثانیه به انفجار مونده. یه دفعه با نیروی بیگانه ها لوئیس و یان به بیرون سفینه پر میشن و بمب ها میترکن. وقتی لوئیس چشمشو باز میکنه توی قسمت درمانی پایگاهه. میره پیش بقیه و میفهمه جریان بمب گذاری چی بوده. به وبر میگه باید بریم و توضیح بدیم که چی شده و اون سربازا به دستور تو این کارو نکردن. اما وبر مخالفه، چون از الان همه چیز خطرناک و جنگی شده. همه جا میلرزه و بیرون پایگاه میبینیم که سفینه حفاها از زمین جدا میشه، در حالی که توی اخبار سخنرانی فرمانده ارتش چین رو پخش میکنن که رسماً به بیگانه ها اعلام جنگ میکنه و از کشورهای دیگه هم میخواد که باهاش متحد شن. حالا که کل دنیا وارد جنگ شده، لوئیس و یان با اعصابی داغون نشستن تا شکلهایی که لحظه آخر کشیده شده رو ترجمه کنن. یه دفعه لوئیس تصویر دوباره از اون دخترش میبینه. حالا دختر نوجوان شده و میره پیش لوئیس که ازش سوال درسی بپرسه. میگه چه کلمه ای هست که هم به معنی مبادله کردن با یه نفر باشه، هم به این شکل که هر دو نفر دارن ازش سود میبرن. لوئیس از رویا بیرون میاد. یان چیز مهمی فهمیده و میگه که توی همه این شکل ها یه کلمه مشترکه و اونم کلمه زمانه. با یه بررسی دیگه یه پیام خیلی مهم هم میفهمن و سری میدونن پیش وبر تا بهش انتقال بدنش. بهش میگن این پیامی که ما گرفتیم مثل یه تیکه از پازله. هر کدوم از سفینه ها یه قسمتی ازش رو آوردن و ترکیبشون با هم همون تکنولوژی مهم میشه و 12 تا تیکه است. مامور CIA میگه که نمیشه این کارو بکنیم، چون اکثر کشورها ارتباطو قطع کردن و نمیتونیم ازشون بپرسیم که تو سفینهشون چی گفتن. روسیه هم از جنگش مطمئنه، چون اونا هم پیام سفینه خودشونو ترجمه کردن. توی پیام اونها گفته شده که زمانی وجود ندارد، خیلی ها یکی میشوند. یان میگه بذارید ما با اون فرمانده صحبت کنیم، بهشون پیشنهاد این مبادله میدیم، اونا اطلاعاتشون رو بدن به ما، ما هم اطلاعاتمون رو میدیم به اونا. لوئیس یاد رویای آخرش میفته، چون چیزی که دخترش پرسیده بود دقیقاً همین کلمه بود. برای همینم بدون صحبتی از پایگاه میاد بیرون و سمت پاد راه میفته. جالبه که پاد با دیدن اون میاد روی زمین و لوئیس میره داخلش. دود عجیبی این بار توشه که یکم نفس لوئیس میگیره اما بهش عادت میکنه. این بار یه دریچه دیگه باز میشه و لوئیس به همون قسمت سفیدی میره که بیگانه ها توش بودن. یکی از حفاها که اسمش هم گذاشته بودن کاستلو میاد سمتش و با زبان دست و پا شکسته خودشون میگه که آبوت موقع انفجار کشته شد. لوئیس هم خیلی ناراحت میشه و از طرف همه انسان ها معذرت میخواد. میگه لطفاً به بقیه سفینه ها بگو که ما جنگ طلب نیستیم. کاستلو جوابی نمیده و به جاش چند شکل دیگه تولید میکنه و مینویسه لوئیس سلاح را دارد، از سلاح استفاده کن. لوئیس نمیفهمه یعنی چی و کاستلو ادامه میده که ما به انسان ها کمک میکنیم، در 3000 سال آینده به کمک انسان ها نیاز داریم. لوئیس میگه چطوری از آینده خبر دارید و دوباره توهمی از دخترش توی ذهنش میاد. لوئیس میفهمه این رویاها به خاطر بیگانه هاست و میپرسه این دختر بچه کیه. کاستلو مینویسه لوئیس آینده را میبیند. برام سفینه رو حرکت میده و لوئیس پرد میکنه بیرون. یان و بقیه میان دنبالش و با نگرانی میبرنش. لوئیس صحنه دیگه ای از آینده میبینه، با دخترش کنار یه دریاچه. بچه میپرسه چرا بابا دیگه مثل قبل منو دوستم نداره. لوئیس هم میگه چون من بهش در مورد بیماری خطرناک گفتم که آمادگی شنیدنش رو نداشت. حالا لوئیس داره همه چیزو کنار هم میچینه. یعنی توی آینده قرار بچه‌ای داشته باشه که توی نوجوانیش به خاطر یه بیماری عجیب جونو شاید دست میده. وقتی هم این بیماریو به شوهرش بگه قراره که تنهاشون بذاره و زندگیشون خیلی سخت بشه. این در حالیه که همه سفینه‌ها حالت چرخششون رو تغییر دادن و همه ارتش‌ها هم آماده جنگ شدن. لوئیس پایگاه میاد و رویای دیگه‌ای می‌بینه. دخترش میپرسه چرا اسم منو گذاشتید هانا؟ لوئیس میگه چون یه اسم خاصه. اگه از آخر بخونیشم همون کلمه هانا میشه.
برم توی این رویا کتاب دیگه ای رو برمیداره که انگار خودش اونو نوشته. در مورد زبان حرفا هست و کاملا اونو با آدم ها آموزش داده. از رویا بیرون میاد و سری میره پیش یان. بهش میگه فهمیدم اسلحه که بهمون میخوام بدن چیه. این اسلحه همون زبان هفت پاس. با این شکلهایی که کشیدم مقداری اونو انتقال دادن و اگه اونو کامل یاد بگیریم و ذهنمونو از نو باهاش شکل بدیم میتونیم حتی آینده رو هم پیش بینی کنیم. هر کدوم این سفینه ها قسمتی از این زبان رو دارن و با ترکیب هر 12 تاش میتونیم کامل یاد بگیریمش. سرینو به وبر میگن اما اون دیگه توجهی نداره و داره به محل نبرد میره. لوئیس رویای دیگه به سرش میاد. توی سازمان ملل و مراسم مهمی برقرار شده. فرمانده ارتش چین میاد همینجا و بهش دست میده. فرمانده میگه من فقط برای دیدن تو اومدم اینجا. 18 ماه پیش تو کاری کردی که حتی رهبر کشورت هم نتونست انجام بده. لوئیس نمیفهمه منظورش چیه و فرمانده میگه اون موقع یه تلفن شخصی داشتم و تو به اون زنگ زدی که هیچ کس شماره شون نداره. لوئیس میگه ولی منم شماره رو ندارم و فرمانده تلفن خودش رو در میاره. شماره رو جلوی لوئیس میگیره و میگه حالا داریش. نمیدونم چرا اما حس میکنم باید اینو بهت نشون میدادم. تو 18 ماه پیش چیزی بهم گفتی که هیچ وقت یادم نمیره. بهم زنگ زدی و کلمات همسرم قبل مرگ رو بهم گفتی و غیر ممکن بود که کسی اینا رو بدونه. لوئیس واقعیت برمیگره و میفهمه که تنها یه راه برای جلوگیری از این جنگ وجود داره. سعی میره به پایگاه و با برداشتن یه تلفن ماهواره‌ای به شماره‌ای که فرمانده دید زنگ میزنه. بقیه ارتشی‌ها متوجه این تماس ممنوع از تلفن ماهواره‌ای میشن و سری میان که جلوی لوئیس رو بگیرن. اونم توی اتاق قایم میشه. فرمانده چین تلفن رو جواب میده و یان هم به اتاق میاد که جلوی ورود بقیه رو بگیره. چون به لوئیس و کارش اعتماد داره و میدونه که اون تنها کسیه که زبان حرفا رو تا حدودی یاد گرفته و انگاری میتونه آینده رو ببینه. لوئیس پشت تلفن جملات همسر فرمانده قبل مردن رو میگه و ازش میخواد که جنگ رو متوقف کنه چون آینده بهش بستگی داره. فرمانده شوکه شده اما میفهمه قضیه جدیه و قبول میکنه. با قطع شدن تلفن لوئیس میاد بیرون و خودش رو تسلیم میکنه. اخبار نشون میده که همه ارتش‌ها دستور جنگ رو یه دفعه متوقف کردن. تماسی برقرار میشه و به محض اینکه اطلاعات هر 12 سفینه رو به لوئیس میدن، میبینیم که پادها به آرومی سمت آسمون میرن و ناپدید میشن. انگار ماموریتشون تموم شده. ماموریتشون این بود که انسان‌ها رو یکی کنن و اون 12 تا پیام رو به هم برسونن. بالاخره همه چیز تموم شد و لوئیس و یان در حال تماشای رفتن سفینه وامیستن. لوئیس میپرسه اگه میتونستی کل زندگیتو از اول تا آخر ببینی چیزی رو تغییر میدادی؟ یا هم میگه نه، به نظرم عجیب ترین چیزی که تو زندگیم اتفاق افتاد آشنایی با تو بود، نه دیدن اون حرفا. برای همینم اصلا حاضر نیستم که چیو تغییر بدم. لوئیس نگاهش میکنه و حالا میفهمه همسری که توی آیندهش وجود داشت همین یان بوده. کسی که قراره ازش بچه بیمار به دنیا بیاد و در آخرم توی اوج سختی‌ها تنهاشون بذاره. با دونستن همه اینا بازم تصمیم میگیره به زندگی آینده اعتماد کنه و یان رو توی آغوش میگیره. و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. ارایوال، فیلمی که بهتون یاد میده هر چقدرم زندگی سخته، هر چقدرم ممکنه بد باشه، باید ادامه بدی، باید مسیر لذت ببری، حالا هر چقدرم میخواد در آخر بد تموم بشه. این فیلم چیز خیلی قشنگو به نمایش میذاره، اونم این که تو همه فیلم های فضایی که ما میبینیم بیگانه ها کسایی هستن که حمله میکنن زمین رو نابود کنن، اما توی این فیلم نشون میده که اون بیگانه ها خیلی صلح طلبن. این آدمان که دنبال وحشیگری آدما بودن که از هر دلیلی برای حمله به این سفینه ها میخواستن استفاده کنن. آدم ها بودن که با یه ترس کوچولو شروع کردن به جنگیدن با هم دیگه، شورش کردن، آتیش زدن مغازه ها، غارت کردن و همه این وحشیگری ها. به نظر من این چیزی هستش که توی کمتر فیلم به نمایش گذاشته میشه. تو فیلم های ترسناک یا علمی تخیلی همه دنبال اینن که یه موجود فضایی، یه نیروی خارجی، روح، جن، یه چیزی رو بد جلوه بدن، اما کم پیش میاد که همین چیزهایی وجود داشته باشن و موجود بد اون آدما بشن. همینم به نظر من نقطه قوتی هستش توی فیلم که باعث شده به یکی از بهترین ها تبدیل شه و نمره عالی 7.9 به خودش اختصاص بده. یه نکته که میخوام در مورد فیلم بگم در مورد اسم هانه، که خب خود لوئیس هم به دخترش گفت چرا اسمش رو گذاشته هانه، بخاطر اینکه از آخر به اولم بخونی هانا میشه. ولی خب چرا این کارو کرد؟ اولا که توی فیلم ما یه چیزی داشتیم به اسم پالیندرامیک، یعنی همون قضیه‌ای که در مورد زبان این حرفاها بود، همون هپتاپاتها. میگفتن زبون اینا پالیندرامیکه، یعنی اینکه از چپ به راست، از راست به چپ، از آخر به اول اینا نداره. یا حالت دایره‌ای بود همه حرفاشون، کلا یه دایره بود که ازش هر کلمه‌ای رو می‌خواستن برداشت می‌کردن. این به معنی این بود که برای اونا زمان هیچ معنی نداره، اونا هر جایی که می‌خواستن، هر لحظه که می‌خواستن زندگی می‌کردن. برای همینم هم بود که کلا شکل‌های حرفشون مثل دایره بود. هانا هم دقیقاً همین اسمه، حالت پالیندرامیکی، یعنی از آخر به اول، اول به آخر، این چیزها رو نداره. لوئیس به یاد این بیگانه‌هایی که باهاشون آشنا شد یا از طرفی به یاد زندگی دخترش که انگاری هم از آخر به اول هم از اول به آخرشون می‌دونست و
بازم اونو به دنیا آورد، برای جمع‌بندی همه اینا توی یه اسم، اسم هانا رو روی دخترش گذاشت. این خیلی به نظرم جالب و یه چیز فلسفی و خفنه که توی فیلم به نمایش گذاشته شده. یکی دیگه از چیزهای جالبش هم اینه که یان و لوئیس دو تا قطب مخالف یا آهنربان. یعنی یان یه شخصیتی بود که همه چیزو به صورت علمی نگاه می‌کرد، دنبال ریاضیات بود، دنبال فیزیک بود، با همه اینا هی می‌خواست توضیح بده که چه اتفاقایی داره میفته توی اون سفینه و اصلا حرف اونا چیه. دقیقاً مخالفش لوئیس بود، کسی که همه چیو احساسی نگاه می‌کرد انگار. یعنی اصلا ارتباط اون با اون هفت پاها یا همون هپتاپات‌ها یه شکلی گرفته بودش که انگاری یه بعد دیگه‌ای به هم ارتباط داشتن، انگاری حتی میتونستن با هم زیاد صحبت نکنن، زبان همو درست نمی‌فهمیدن اما حرف همو می‌فهمیدن. یعنی میتونستن با هم صحبت نکنن ولی توی اتاق باشن و بفهمن که هر کسی چه حرفی توی ذهنشه. این به نظرم خیلی جالبه که دوتا قطب مخالف کنار هم قرار میگیرن و در آخر تصمیم میگیرن با اینکه این همه مشکل قرار در آینده پیش بیاد زندگیشون رو با هم شروع بکنن. خلاصه که فیلمش خیلی خفنه و مهمتر از همه همین که میاد بعد زمان رو واقعا تو شبیه میبره. یعنی شما هر کدوم از خاطراتی که در مورد این دختر لوئیس میبینی اولش اصلا نمیدونی کی هستش، ولی وقتی که بار دوم فیلمو نگاه میکنی میفهمی که چقدر توی فیلم زمان بی‌معنیه. یعنی قشنگ داره همه چی رو همینطوری به پرت میکنه تو صورتت، میگه این هست، این هست، اینجا اینطوری میشه، اون اینطوری میشه، و آخر فیلم تمام این خطایی که بهت نشون میده رو با هم دیگه میچینه، بهت میگه بیا حالا فیلمو فهمیدی. این به نظر من کار فوق‌العاده است که هر کسی نمیتونه انجامش بده. یعنی خیلی از فیلم‌های پیچیده که می‌بینیم آخرش به جمع‌بندی نمی‌رسن، شما باید خودت بشینی تحلیل بکنی که همه رو کنار هم بچینی. اما توی ارایوال این به یه شکل دیگه‌ای هستش، همش توی خود فیلم سر و سامون پیدا می‌کنه بدون اینکه بخوای براش وقت بذاری. یه فیلم فوق‌العاده پیچیده و خفن توی ذهن جا می‌گیره و این میام واقعا نبوغ یه کارگردانه که بتونه همین چیزی رو پشت هم بچینه. دیگه همین، امیدوارم لذت برده باشید ازش. اگه پیشنهادیت حتما بنویسید، سعی می‌کنم تو اولین فرصت براتون قرار بدم فیلمشو. لایک کامنت سابسکرایبتون نره. خیلی دوستتون دارم، دوستتونم گلاسی.